ششمین روز مهر ماه برابر با 28 سپتامبر سال 1274 خورشیدی برابر با 1895 میلادی، در گذشت لویی پاستور، پزشک و بنیانگذار میکروب شناسی که در خانواده‌ای تنگ دست در یکی از شهرهای فرانسه به دنیا آمد. در زندگی اولیه لویی چیز غیر عادی که حاکی از نبوغ وی باشد مشاهده نشد و در شیمی نیز شاگرد متوسطی به شمار می رفت. پاستور در جوانی موفق به اخذ دکترا در رشته علوم طبیعی گردید و سال بعد به عنوان استاد شیمی دانشگاه استراسبورگ برگزیده شد. وی پس از چندی عهده‌دار ریاست دانشکده علوم در شهر لیل فرانسه گردید و در عین پذیرش مسئولیت‌ها به مطالعات و تحقیقات خود ادامه می‌داد تا اینکه عضو آکادمی پزشکی فرانسه شد. لویی پاستور پس از تحمل رنج 17 سال تحقیق و مطالعه در آزمایشگاه توانست موفقیت بزرگی در پیشرفت شیمی، پزشکی و صنعت که سود آن نصیب همه جامعه بشری گردید به دست آورد. پاستور با کشف مهم خود مبنی بر شناسایی باکتری‌های زیان‌آور به عنوان عامل بیماری‌ها جان مردم بیشماری را از مرگ نجات داد. او ثابت کرد که عمل تخمیر و کپک زدن غذاها به دلیل فعل انفعالات شیمیایی نیست، بلکه بر اثر وجود موجودات زنده ذره‌بینی می‌باشد. این کشفیات او دانش مدرن میکروب شناسی را پایه‌ریزی کرد و در این حال پاستور را به این نتیجه رساند که میتوان میکروب ها را با حرارت معتدل نابود کرد. پاستور همچنین داروی ضد بیماری سیاه زخم در حیوانات را کشف کرد و پس از آن سرم ضد هاری را به دست آورد. او درباره مایکوبی گوسفند و گاو در برابر بیماری کشنده سیاه زخم دریافته بود که اگر حیوان را با نوع ضعیف شده کشت آن بیماری مایکوبی کنیم، در برابر بیماری اصلی مصونیت پیدا خواهد کرد. سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، در گذشت حسین ناصحی، آهنگساز برجسته ایرانی در زمینه موسیقی سمفونیک که در تهران متولد شد و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل پرداخت. ساز تخصصی وی ترامبون بود و استاد او در تهران یکی از استادان چک به نام جوزف اسلادک بود. ناصحی در ارکستر رادیو به رهبری پرویز محمود نوازندگی می کرد و جزو دانشجویانی بود که بنا به دعوت دولت ترکیه برای ادامه تحصیل روانه آنکارا شد و در کنسرواتوار دولتی آنکارا در رشته آهنگسازی زیر نظر نجیل کاظم اکسس تحصیل کرد. وی دوره عالی کمپوزیسیون را به اتمام رساند. سال 1370 خورشیدی برابر با 1791 میلادی، در گذشت بهزاد باشی، مترجم و مؤلف معاصر که در سالهای جوانی وارد جریانات سیاسی شد و به زندان افتاد. باشی نزد خود و پدرش و در زندان زبان انگلیسی آموخت و با موسیقی کلاسیک آشنا شد. وی نزدیک به 30 سال با مطبوعات کشور، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری ها همکاری فعال داشت و یکی از معدود مترجمانی بود که طی سالهای فعالیتش شناخت و دانش خوانندگان و علاقمندان ایرانی را نسبت به هنر کلاسیک افزایش داد.